آمین هاللویا چون هر روز ما میدونیم که تولد عیسی مسیح است برای من تولد عیسی مسیح 20 خورده سال پیش بود که خداوند منو نجات داد زمانی که من به مسیح ایمان آوردم و هر کدوم ما که تولد روحانی داریم در از اونجا بود که مسیح برای ما متولد شد و حقیقت خداوند بر ما آشکار شد آمین حاضر هستیم کلام خداوند رو بشنویم لطفا لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم لطف کنید میکروفون رو بدید به خواهر ماه منیر ممنون میشم خواهش میکنم از دعا میکنیم که از خدا بخواهید که هر کسی نسبت به زندگیش امورش سال آینده ای که داره آرزوهای دلی که داره امروز خداوند با قلب شما به توسط روح القدس سخن بگه اینجا درست هست که خداوند مقیر کرده واعظی باشه گروه پرستندگانی باشه خادمینی باشند اعلانات بکنن اما در اصل ما در حضور خدا هستیم تا از خدا بشنویم و نه از انسان چرا که آنچه که انسان تایید میکنه آنچه که انسان میخواد پشتیبانی کنه تاریخ انقضا داره ولی خدا آنچه را که به ما میده مطمئن هستیم که همیشگی هست بفرم خواهش کنم محمد جان آمین تو رو شکرت میکنیم برای این لحظه خداوندم چون ایمان داریم حضور تو با ماست خداوند اومدیم اعلام کنیم خداوندام که تمام تکیگاه ما تو هستی ای بابا جون آمین تمام توکل ما در زندگی به تو هست خداوند چشم های ما فقط به سمت تو هست بابا جون آمین. چون ایمان داریم گیرنده دست ما فقط تو هستی خداوند. آمین. ایمان داریم در تمامی لحظات تو هستی که با ما هستی و ما رو همراهی میکنیم ای بابا جو از شکر شکر. شکرت میکنم ای خداوند آمین اومدیم بگیم ما از خودمون هیچی نداریم و آنچه که داریم از تو هستش خداوند پس میخوایم تمامی وجودمون رو فکرمون رو خداوندم روحمون رو به حضورت بیاریم که یک بار دیگه تو ما رو با خونت بشوری خداوندم آمین. هرچی از نگرانی هست استرس هست خداوندم هرچی که از تو نیست خداوند از ما پاک کنی بشوری ببری و دور کنی در نام پرقدرت عیسی مسیح خداوند و بریزی خداوندم در این لحظه روح و رو خداوندم خواهش. بریزی و ما رو پر کنی خداوندم تا مانند سرچشمه ای از آب شیرین باشیم خداوندم آمید. که دهانمون خداوندم فقط آله. سپاسگوی تو باشه خداوندم و فقط شفاعت کنه برای بقیه ای انسان هایی که روی کره زمین هستن خداوندم و نجات رو درخواست کنه خداوند آمید. شکر می کنم که با حضور تو خداوندم زندگی ما برکت یافته هست خداوندم شفا رو از دست های تو میگیریم خداوندم آمید. آرامش رو به خاطر حضور تو داریم خداوندم آلید. شادی رو از وجودمون میاد بیرون خداوند آمید. چون تو در قلب ما ساکن هستی خداوندم آلید. پس قلب ما مرکز شادی هست خداوندم آلید. مرکز سلطنت تو خداوندم آمین. و شکر می کنم برای فیضت خداوندم برای نجاتی که فراهم کردی خداوندم و برای حضورت خداوندم و برای نجات بقیه مردم روی کره زمین در نام پرقدرت تو درخواست میکنم. می کنم با شکر میپذیرم از دستهای مهربان تو عیسی مسیح ناصری آمین 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 آمین, آمین. اگر کل عمر تاریخ بشریت رو بخوایم از یک تا صد در نظر گرفته باشیم در طول این مدت فقط هشت درصد از عمر بشریت در صلح بوده و بقیه اون در جنگ بوده گذشته از جنگ خانوادگی و فامیلی و قبیلگی و خودزنی و خودکشیها ها و ضد هم بودن ها و قهرها انسان فقط هشت درصد از طول تاریخی که خداوند به او داده در مشکلات و متاسفانه قهرها و دشمنیها و طلاقها و ها بوده به طوری که همه ما میدونیم در تمام فرهنگها در داستانهاشون در اشعارشون در مثالهاشون چگونه صحبت از جنگ و جدل نیز میشه همون گونه که این شاعر اعلام میکنه دوستی با هر که کردم خسم مادرزاد شد آشیان هر جا گزیدم خانه سیاد شد آن رفیقی را که با خون جگر پروردمش وقت مردن بر سر دار آمد و جلات شد در سی و دو قرن گذشته در دنیا کمتر از 300 سال فقط در صلح بوده تازه اونم پیوسته نبوده یعنی این گونه که بوده که یک سال جنگ نبوده دوباره جنگ بوده دوباره دو سال جنگ نبوده بعد دوباره جنگ شده و متاسفانه انسان رو توی یک جایگاهی قرار داده که گویا جنگ و جدل و قهر کردن و جدایی و طلاق قسمتی از زندگی انسانها شده حتی ما میخونیم که در کتاب جامعه 3.8 سلیمان این گونه نگاه میکنه به آنچه که بر روی زمین متاسفانه اتفاق افته، اعلام میکنه وقتی برای محبت و وقتی برای نفرت وقتی برای جنگ و وقتی برای صلح هستش و انگار طبیعی شده دیگه که اینکه ما در امور زندگیمون می باید جنگ ها باشه اختلافات باشه دروغ ها باشه غیبت ها باشه و با همدیگه درگیر شدن یک نوع روشی شده که انگار در زندگی همه چه خواسته و نخواسته خواهد اومد و گاهی در این مسیر حتی محبت به نوع دیگه تعریف میشه و تعریف شده باز شاعر دیگه اعلام میکنه که با وفا باشید جفایت میکنن با وفا باشید جفایت میکنن بی وفایی کن وفایت میکنن مهربانی گرچه آیین خوش است مهربان باشی رهایت میکنن اما آیا حقیقتا این تدبیر خدا بود که انسان آفریده بشه و در جنگ ها و کشمکش ها و درگیری ها و بی محبتی ها و نفرت زندگی بکنه برای دریافت این جواب باز باید رجوع کنیم به کتاب مقدس چرا که ایمان داریم که این کلام از طرف خداوند به ما داده شده یک نامه عاشقانه هستش که به ما هوشیاری و آگاهی میده برای یک زندگی سالم تا هدفمند باشه زندگیمون در کتاب پیدایش یک ما میخوانیم که اعلام میکنه که خداوند جهانی رو که آفرید در طول شش روز به اتفاقی انسان را آفرید به شباهت خودش بعد از اینکه که میافریند اعلام میکنه که چه نیکوست یعنی چه کامل است وقتی میگه نیکوست یعنی نسبت به اون هدفی که خداوند داشته کاملا آنچه که اراده خدا بوده اون رو نیز تصویب میکنه و در اصل به ریشه اون که نگاه میکنیم در اصل خدا آفرید تا ما در مسیر کاملیت نیز بتوانیم قدم برداریم باز در کتاب مقدس ما دو واژه رو میبینیم که همیشه اینا کنار هم هستن یکی سلامتی هست و یکی آرامش هست و به صورتی گویا که حمل کننده یک تعریف حقیقی هستن از هدف خلقت و اون صلح هست صلح و سلامتی هستش که ما میبینیم نسبت به هدف مقدس خدا داره به ما داده میشه و در اصل یکی از اسامی خداست صلح و سلامتی که ما رو آشنا میکنه و آگاه میکنه نسبت به ذات خدا که سرچشمه عشق و محبت هستش در کتاب داوران 624 میخونیم که جد اون بعد از اینکه با خدا ملاقات میکنه متقاعد میشه میدونیم که جد اون شخصیتا یک شخصیت شکاک رو نشون میده توی کتاب مقدس بعد از همه این که دلایل رو میخواست و خدا برای اون اثبات میکنه و متقاعد میشه که خدا رو ملاقات کرده و نباید به دنبال بتها بره در داوران 6.24 اعلام میکنه که مذبعی رو برای خداوند مهیا میکنه و اون محل رو اعلام میکنه یهوه شالوم یعنی خدای سلامتی خدای صلح سل رو نیز اعلام میکنه از هدف مقدس خدا داره نیز عنوان میکنه که در اصل آرامش درونی و سلامتی که خداوند میخواد به انسان برسه و جد اون این رو نیز میپذیره اما مشکل اصلی بشریت جنگ و دلایل جنگ نیست مطابق آنچه که الان خدمتون از کردم مشکل اصلی بشریت در از دور شدن از خدای صلح، خدای سلامتیه از دور شدن از هدف مقدس خدا هستش که باعث این خواهد شد که ما بتوانیم در مسیر اراده اون رشد کنیم و این از زمانی شروع شد که در باغ عدن اون عهدشکنی بین انسان و خدا ایجاد شد و از برکات حقیقی نه برکت واقعی برکت واقعی رو ما زمانی که توی مشکلات و سختی ها قرار میگیریم نگاه میکنیم ببینیم چه چیزی کم داریم موقعت مالی من خوب نیست میگم خدایا به من کمک کن من یه کار پر درآمدی داشته باشم یه رشته خوبی رو داشته باشم تا اون رشته ها رو بخونم اون درس رو بخونم تحصیل کنم ده 15 سال درس بخونم و بعد برم به یه درآمد خوب برسم نه کلام خداوند میگه برکت میآید بدون زحمت میآید اون برکت حقیقی بود که امروز بر کره زمین نیستش متاسفانه خدا هرگز در نظر نداشت که انسان با عرق پیشانی زحمت بکشه و برکت به دست بیاره و زن نیز با درد زایمان کنه ما این رو در پیدایش 3.15 نیز میخوانیم پس برکت حقیقی که خداوند نصیب انسان کرد در ابتدا و امروز نیز میتونه ما زندگی ما رو در اون مرز قرار بده برکت سلامتیه صلح هست امنیت هست آرامش هست امید هست اقتدار نیک هست یعنی اعمالی که ما با جرأت انجام میدیم و می ایستیم. نه اعمالی که برفرض میگن خب هیتلر هم اقتدار داشت خمینی هم اقتدار داشت آقای رفسنجانی هم که امروز شنیدیم فوت کرده اقتدار داشته اما همه اینها در ظلم و ستم و تباهی در آزار به دیگران بودن اما کسی که اقتدار داره برای دادن آرامش دادن امید قوت محبت حقیقی و این یک حقیقتی هستش که می باید ما بپذیم اما تا زمانی که عهد خودمون رو ما با خدای زنده نه خدای مذهب نه خدای دروغین نه خدایی که به ما دیگران گفتند و آموختند نه خدای افسانه ها نه خدای ذهنیت من نه خدای ذهنیت دیگران خدایی که میشه او رو ملاقات کرد خدای زنده ای که جد اون نیز او رو ملاقات کرد ابراهیم او رو ملاقات کرد داوود او رو ملاقات کرد پولس رسول او رو ملاقات کردن رسولان ملاقات کردن و شماها نیز ملاقاتش کردید اون خدای زنده که در زندگی ما تبدیل رو ایجاد میکنه میباید من دوباره از نو با خدا عهدم رو تازه کنم عهدی رو که اجداد من آدم و حوا در باغ عدن شکستم محققین متوجه شدن از 1500 سال قبل, قبل از میلاد تا 1860 میلادی 8000 پیمان صلح به امضا رسید هنوز انسان ها عهد شکنی و مشکل اصلی ما هنوز عهد شکنیه برای همینه که باید عهدمون رو اول با خدا تازه کنیم 8000 پیمان صلح به امضا رسید که فقط میتونیم بگیم که نسبت به این ه هزار پیمانی که داده شده دو سال بود که این پیمان ها جایگاه خودشون رو داشتن دیگه بیشتر از این تازه این دو سال هم که پیوسته نبوده برای هر پیمانی که بسته شده بوده میدونیم که یه ما دو ما بعد دوباره این پیمان شکسته شده و متاسفانه جنگ تمام جهان رو به نوعی آسیب زده باز همین محققین با تحقیقات متوجه شدن در همین 300 سال گذشته اروپا به تنهایی حدود نه کاملا حدود 300 جنگ داشته یعنی به نوعی هر سال جنگ داشته و متاسفانه تلخی جنگ را همه انسانها در هر دوره چشیدن و از اون نتوانستن رهایی داشتن و اینک کلام خدا چی به ما میگه کلام خداوند اعلام میکنه که یهوه شالم بر روی زمین خواهد اومد در کتاب اشعیا و ما می‌خونیم در چهار انجیل که یهوه شالوم بر روی زمین آمد آمد که باعث صلح بشه آمد که بتونه این صلح رو وارد زندگی ما بکنه و بتونیم در این مسیر نیز را که درست هست رو اما باید بچشیم فقط شنیدن نیست باید چشید از این رو بریم با همدیگه مزمور سی و چهار رو لطفاً بشنویم مزمور 34 از 8 تا 19 رو که ببینیم نویسنده برای رسیدن به صلح فقط اکتفا به این نیست که من ایمان دارم خدا هست همه دنیا ایمان دارم خدایی هست میتونه چنین چیزی باشه آیا همه به صلح میرسن کدوم خدا خدای من و شما هست در اون خدا چه هویت و ماهیتی من پیدا می کنم به عنوان یک انسانی که خرد شدم آیا من بنده و اسیر هستم؟ می باید به تفکر خود خدا همش هم انجام بدم و یا نه مطابق کتاب پیدایش من آزاد آفریده شدم و می باید از آزادیم در مسیر بصیرت و حکمت قدم بردارم تا به صلح برسم به سلامتی برسم لطفا بفهمید بچشید و ببینید که خداوند نیکوست آمین که به دو توکل ای مقدسان خداوند از او بتخزید. ببخشید من شما رو هم خواهم کرد گزارشی که ما در کتاب مقدس داریم میشنویم گذشته از اسناد تاریخی که موجود هستش بیش از سی هزار نسخه داره این کتاب نسخه اصلی داره گذشته از اون اسناد دیگه ای داره میخواید اسناد رو بهتون نشون بدم کنار دستید اسنادش. بغل دستید اسنادشه که به مسیح ایمان آورده هیچ کدوم ما به راحتی مسیح ایمان نیاوردیم هیچ کدوم ما. من که به مسیح به راحتی ایمان نیاوردم خودتون میدید بارها شنیدید هیچ کس به راحتی مسیح ایمان نمی آبرد. چون وقتی که میگن ایسای مسیح خداست حقیقتا سخته به طور خاص ما که از بکران اسلام آمدیم چگونه میتونیم بپذیریم تا اون روز به ما گفتن پیغمبر یک میشه خدا پس این نشانه این هست که قوتی بیشتر از اون یک پروگرام قوی تر داره کار میکنه و این روح خداست روح القدس هست داره کار میکنه بسیار معجزات میشنویم مطابق کلام خداوند در روزهای آخر معجزات بسیاری خواهد شد باور کنید من معجزاتی میشنوم که جرأت گفتنشو ندارم چون گاهی میگم بین مجموعه که نشستن در کلیسا یا عزیزانی که میبینن چه بسا تصور بر این بشه که ما چقدر خیالاتی شدیم ولی حقیقتا خدا قادر هست هر معجزه رو انجام بده اگر عیسی مسیح آب رو به شراب تبدیل کرد اگر روی آب قدم برداشت اگر مردگان رو زنده کرد آیا خداوند نمیتونه معجزات دیگه انجام بده اگر مسیح نگفت ایمان داشته باشید حتی کارهای بالاتر از من انجام میدید همین سه روز پیش مادری با من صحبت میکرد که پسرش توی مشکلات هست خدا رو شک به توسط برنامه امید جاودان این دو نفر ایمان آوردن به مسیح و گفت برادر رسول من خیلی دیگه شک کردم چون مشکل پسرم حل نشد چون تازه ایمان بودن ما خودمونم گاهی توی بعضی از مشکلات و سختی ها یک دفعه احساس شک میکنیم این طبیعیه چون انسان هستیم و میگه گفتم خدایا من از تو علامت میخوام من از تو یک علامتی میخوام باید به من نشون بده گریه میکردم که خدایا من علامت به تو پسر منو نجات میدی میگه بعد رسول چیزی که تا حالا نشنیده بودم ندیده بودم یک دفعه از جلوی چشم من پولک های تلایی اومد پایین گفت اول فکرم دارم خیالاتی شدم این از همون چیزاست که من میگم به ندرت میگم و جرعت نمی کنم بگم و میگه من دیدم ریخ روی استکام نلبکی که جلوی من بود و میگه اونا رو من جمع کردم الان توی کاسه تو کمدم گذاشتم قسم میخورد گفتم روزومی نداره خواهرم باور میکنیم. اگه شما روی سایت برید این اتفاق زیاد میفته خود من شاهد هستم زمانی که من به من دستگذاری شدم برای اینکه کشیش بشم من به پدر و مادرم به اتفاق زهره جان زنگ زدیم پدر من خیلی خوشحال شد چون پدر من واقعا با توجه به اینکه قبلا یک سیاسی اسلامی بود داره همیشه آزاد فکر میکرد خدا رو شکر هر دوی اونها الان ایماندار هستن مادرم در آسمان پدرم بر روی زمین اما پدرم هیچی نگفت، هیچ مخالفتی نکرد خندید و به من تبریک گفت ولی مادرم رو من صدای مادرم رو نشنیدم گوشی به گوشش بود هیچی نگفت از ناراحتیش و من دیگه با بابام خدافزی کردم، زهره جانم با بابا من خدافزی کرد ولی ما اصلا با مادرم دیگه نتازه صحبت کنیم مادرم شنید و این ناراحت بودش و من و زهره فقط دعا کردیم این رو بدونیم محور اصلی ما برای نجات دیگران برای تقویت دیگران و برای تقویت خودت اول دعاست دعا کن دعا کن جنگ نکن دعا کن بحث نکن دعا کن اجازه نده غیبت بکنی دعا کن و بذار صلح خدا عمل کنه و من و زورجا اون شب خیلی دعا کردیم برای مادرمون فردا صبح مادرم به من زنگ زد و تبریک و با خوشحالی گفتم خیلی ممنون مامان جا مرسی اینا متوجه هم دیروز ناراحت شد گفت آره خب رسول خب از قبلا بهتون گفتم من خیلی اسلامی فکر میکردم یک فعال سیاسی اسلامی بودم و برای همین خیلی سخت مسیح ایمان آوردم و مادر من آرزوی دلش این بود که من آخوند بشم و فکرم میکرد من آخوند میشم این تصورش بود که من آخوند میشم و زمانی که شنید من مسیحی شدم خب اذیت شد و وقتی فهمید من کشیش شدم خب مسلمان طبیعتا اذیت میشد بیشتر گفت دیروز من توی خونه تنها داشتم نماز میخوندم گفت توی نماز بر تو دعا کردم گفتم خدایا تو میدونی من نمیخواستم پسرم مسیحیشه شد نمیخواستم کشیش بشه شد میخواستم آخوند بشه فقط میخوام بگم تو از دستش ناراحتی یا خوشحالی نگاه کنید را که مادرم گفت چیزی نیستش که مسلمانان بگن رو تجربه یک مسیحی میتونه بگه یک یه یهودی میتونه بگه چون در کلام خدا هست مادر من گفت همون زمان هیچ کس تو خونه نبود من صدای پای قوی خدا رو پشت سرم شنیدم این صحبت یک مسلمان نمیتونه باشه اینو روح القدس براش باز کرد میگه همون موقع گفتم خدا یا منو ببخش حالا خوشحال هستم که اون کشی شده و بعد من زنزد اسناد حقیقی دیگه ای ما داریم غیر از اسناد تاریخی پس که داره ثابت میکنه یهوه و شالوم اومده برای صلح اجازه باید بدیم صلح نه تنها امروز به عنوان اینکه من و شما رو نجات داده باشه صلح باید در خانواده اون باشه در محل کار اون باشه در کلیسا باشه در رابطه ها باشه عزیزانی که گاهی متاسفانه خشمگین میشن عصبانی میشن از با به همدیگه جر و میکنن و خدا اینا که فحاشی میکنن به عنوان مسیحی این رو بدونن رابطهشون با خدا خوب شده اما متاسفانه رابطهشون هنوز با خلق خدا خوب نشده رابطهشون با خانواده یعنی اجازه ندادن قدرت شفا بخش و صلح کننده در زندگیشون توی خانوادهشون باشه حتی با اگر با خودشون درگیر هستند، خودشون رو سرزنش میکنن چرا که مسیح خدای صلح هست اگر در من ساکن هست تمام موقعیت زندگی من باید در صلح باشه بله بفرمایید شیر بچگان بینوا شده گرسنگی میکشند و اما طالبان خداوند را رو... به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد. آمیر پس خدای صلح به فکر تمام موقعیت های ما است که نگران و ترسان نشی، مبادا به دام طمع گرفتار بشی و در طمع با دیگران بجنگی. به خاطر اینکه بیشتر داشته باشید آنچه را که توی دنیا داریم می‌بینیم آنچه را که سیاه سال پیش شعار در دولت جمهوری اسلامی اعلام کردند که ما به فکر ضعفا هستیم حالا می‌بینیم که زعفا توی قبر دارن زندگی میکنن زنده زنده دارن توی قبر زندگی میکنن توی کارتون دارن زندگی میکنن یک شعار میشه فقط اما مسیح نیماده ما شعار بده مسیح قدرت اینو به ما داده که در صلح زندگی کنیم و دیگران رو به صلح دعوت کنیم بله ای اطفال بیایید مرا بشنوید و ترس خداوند را به شما خواهم آموخت کیست آن شخصی که آرزومند حیات است و طول ایام را دوست می‌دارد تا نیکویی را ببیند اگر چنین شخصی هست کلام خدا میگه از آسمان نگاه می‌کنم تا فروتنان را آنانی که به دنبال حقیقت هستند آنانی که به دنبال صلح هستند صلح جویندگان رو. که نگران مردم توی سوریه هستی نگران مردم عراق هستی نگران مردم کردستان هستی افغانستان هستی اگر نگران هستی خدا حقیقت رو بر تو آشکار میکنه و همچون چت اون تو رو برکت میده تا قوم خودت رو و قومهای دیگر رو نیز نجات بدی این اقتدار صلح است که خداوند به بشریت داده از این رو مسیحیت مذهب نیست اگر مسیحیت رو مذهب ببینیم مسلم بدونیم که هنوز درک درستی نداریم از صلح بله زبانت را از بدی نگاه دار و لبهایت را از سخنان هیل آمیز اگه می‌خوایم این کارو کنیم به شرط شروع کن آنچه را که شنیدی به دیگران بگو خست خاطر نباش مانند رسولان اعلام کن همون گونه که در انجیل یوحنا یک چهارده میخونیم اعلام میکنه و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم جلالی شایسته پسر یگانی پدر رو اونها دیدن آیا ما ندیدیم؟ آمین که ما دیدیم آمین که من دیدم وقتی که دخترم شفا گرفت آمین که من دیدم زمانی که توی فرودگاه ایران منو لو داده بودم و خانوادم و خداوند با فیضش منو تا, این، اینجایی که اوورد همه رو با معجزه منو اوورده و همه ما چنین خاطراتی داریم این رو به دیگران اعلام کنید تا ایمان زنده بمونه در غیر این صورت فراموش میکنی که خدا چه کادوی زیبایی بهت داده و کادای تو پر از گرد و غبار شده و نمیتونی ازش استفاده کنی و اگر ندیدی لطفا بعد از این جلسه بیا پیش من میخوام برات دعا کنم تا معجزه خدا رو تو زندگی ببینی تابلو زیبایی که خدا برات کشیده رو داشته باشی تا به دیگران نشون بدی بله از بدی اجتناب نما و بکن صلح را طلب نما و در پی آن بکوش آمین یعنی آرامش رو آرامش رو بخوا خداوند تو مشکلات و سختی ها تا قصه نخوری زد خودت نشی زد خانوادت نشی زد دوستان قدیمت نشی زد دوستان جدیدت نشی زد دولتی نشی بدونی که آرامش در توست به حکمت اون موقع عمل خواهی کرد همان گونه که این شاعر میگه این همه آسایش و آرامش از عیسی بود ورنه ما را کی توان رنج این دنیا بود در نشیب و در فراز و در گذرهای در گذرگاه های عم مهربانی ها و لطفش قدرت جانم بود به توسط روح القدس که این را به همه ما خواهد داد بله چشمان خداوند به سوی صالحان است آمین. و روش های وی به سوی فریاد ایشان روی خداوند به سوی بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین منقطع سازد. آمین. هستند متاسفانه هستند انسان‌هایی که جنگ را ایجاد می‌کنند. چه کسی باید این سهر را دیگه ایجاد کنه؟ عیسی مسیح کو؟ عیسی مسیح شما عیسی مسیح هر کدوم ما هستیم که روح خدا به ما داده شده این داده این قدرت صلح و این کار ماست این مسئولیت ماست که دی دنیا رو به صلح بیاریم ما سیاسی فکر نمی کنیم. سازمان حقوق بشر نیستیم اما بنیاد عشق و صلح و شادی و آرامش در ماست به توسط روح القدس قدرتی که در ما هست در اونها نیست آنان نیز از سخنان افرادی مثل من و شماها یاد گرفتن اون سازمانها ها رو تاسیس کردن ولی ما از طرف روح مقدس خدا این قدرت و قوت رو داریم آیا تا حالا شده که بخواید بین دو نفر که دارن دعوا میکنن برید جدایی بکنید چقدر سخته شاید یک دو تا مشتم خودت بخوری حالا غیر از این که اینها رو جدا کردید تازه بعد از این اگر شما بخواید اینها رو آشتیشون بدید دیگه چقدر سختتر میشه کلیسای مسیح داره این کارو میکنه کلیسای مسیح ایستاده تا قله شریر و شیطان رو سرنگون کنه از این رو هست که به کلیسای زنده مسیح من کلیسایی رو دارم میگم مثل کلیسای خودمون زنده است پا بر ایستاده با غیرت ایستاده برای سلامتی مردم ایران ایستادیم حقیقتا ایستادیم از من گرفته تا خادمی و رهبران دیگه پس شیطان به ما حمله میکنه آسیب به ما خواهد زد که خسته خاطرمون بکنه چون داریم قله ها رو سرمون قله کجاست قبلا گفتم قله کجاست فکرمونه فکرهای اشتباه فکرهایی که در خشم هستن حسادت هست کینه هست وقتی که میان اینجا شفا میگیرن آرامش میگیرن تا به فیض خداوند بتونن دیگران رو نیز شفا بدن وقتی که این قله ها رو ما سرنگون میکنیم شیطان ساکت نمیشینه به من حمله میکنه به خانواده من به رهبران کلیسا به خادمین و به شما نیز حمله خواهد کرد از این رو امسال سال خودت خودتا تقویت کن در حضور خدا برو بگو خداوند میخوام روزه بگیرم به من خدمتم رو نشون بدی خدمت من تو این کلیسا چیه خدا رو شکر اگه رو صندلی کلیسا میشینی خدمتته مورد احترام هستی اما جایگاه تو بیشتر کن برای کار خداوند چون وقتی میری آسمان متوجه خواهی شد عجب کار بزرگی خدا به توسط تو انجام داده نه خودمون خدا به توسط ما انجام خواهد داد بله چون سالهان فریاد برآوردند خداوند ایشان را شنید و ایشان را از همه تنگی های ایشان رهایی بخشید آمین خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد زحمات مرد صالح بسیار است اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید آمین. 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 آمین اما این مرد صالح و من و شما باید بدانیم صلح ما با چه کسی است صلح ما با دیگرانی هستش که تمایل به این دارند که در این صلح وارد بشن نه اینکه میخوام ما را به گناه بکشن هرگز عیسی مسیح بر از این رو هستش که اعلام میکنه در قسمت یک کلام خداوند در انجیل متا ده سی و چهار میگه فکر نکنید که آمدم که صلح بر روی زمین ایجاد کنم بلکه شمشیر چرا شمشیر بین ما و دنیای گناهالود هست از این رو پولس رسول در نامه رومیان دوازده و اعلام میکنه همشکل این جهان نشید ما با دنیای گناهالود که نفرت و کینه و حسادت هستش و فساد هست هیچ نوع صلحی نخواهیم داشت هرگز ما صلح نداریم با اون ما با دنیایی که به تبعیت از عدالت و انصاف به عنوان کسایی که میخوان جهان در صلح قرار بگیره در عشق و محبت باشه ما با این جهان در صلح هستیم نه با دنیای گناهالود هوشیار باشید قبلا هم کردم عزیزی من گفت بعد از رسول سالها پیش دوازده سال پیش خداوند با قلبم صحبت کرد برم لاس تو کازینو کار کنم بشارت بدم گفتم مطمئنی گفت بله گفتم انقدر قوی نمیبینیم تو رو گفت نه من میرم رف رف هنوز دیگه نیدیمش کجاست نمیدونیم بالاخره باید میوش نشون میداد محصولش باید ما میدیدیم دیگه اگر خداوند ده سال پیش با قلب من صحبت کرد سازمان به نام ونگار پیس میکرز رو تأسیس کنیم حداقل محصول ما این کلیسا هستش خدا رو داریم می می‌بینیم تو دهات های ایران هم نیز خدمت ما الان معروف شده جلال از آن خداست اما خداوند نشون داده خدمت ما رو و اینگونه نیستش که من بگم حالا من برم توی لاس وگاس تو کازینو بشارت بدم گویا قبلا یکی اونو بشارت داد دیگه اصلا خبری ازش نیست هوشیار باشیم ما با دنیای گناهالود هیچ نو صلحی نخواهیم داشت بله تموم شد پس برای این کلام خدا دست بزنیم لطفا. همون گونه که بارها از من شنیدید نسبت به فرمول خ صلح من می باید با خودم با بلند خانواده خلق خدا و خدا باشه شاید خیلی از عزیزان میگن بعد از شما این رو رو چه سندی میگید مرقس دوازده سی الا سی و یک لطفا تمرکز کنیم روی این آیات اعلام میکنه و خداوند خدای خود را به تمامی دل پس اول باید خودم را دوست داشته باشم اگر من متوجه خودم نشم هرگز نمیتوانم توجه به دیگری داشته باشم و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما که اول از احکام این است و دوم مثل اول است که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما بزرگتر از این دو حکمی نیست ما چهار تا خیر رو دیدیم خودم خانواده خلق و خدا ما میبینیم توی این نهفته است زمانی که من و شما تشویق میشیم به توسط روح القدس که محبت داشته باشیم محبت ما باید چهارگانه باشه هوشیار باشیم بعضی از عزیزان یک دفعه میبینیم تو خودشون موندن سالها دارن خودشون رو محبت میکنن نه نه نه, این نیست حتی اگر من فقط خدمت بکنم به مردم اشتباس من به مردم باید خدمت کنم خودم من باید خدمت کنم خانواده هم خدمت باید بکنه هوشیار باشیم من قبلا سالهای گذشته در این رابطه بیشتر صحبت میکردم که انسان سالم احتیاج به تفریحات داره احتیاج به ورزش داره احتیاج به ابعاد سلامتی در زندگیش داره حتی لازم هستش که با پزشکان و متخصصین صحبت کنه چون سلامتی مهمترین هست عزیزان وقتی سالم هستیم اندیشه خوبی خواهیم داشت و اجازه میدیم روح القدس در ما بیشتر نیز عمل کنه به آنچه که درست میتونه باشه اما بریم با همدیگه انجیل یوحنا 16 الهی در رو داشته باشیم آیا همه بورشور داریم؟ اونایی که بورشور نه دستاشون بره بالا خب همه بورشور داریم بله؟ زیرا خدا جهان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد یعنی پسری که برای صلح ما آمد تا ما را نیز به صلح برسونه با پدر با خودم با خانوادم، با خلق خدا بله تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آمین، آمین. آمین. پس بنابراین امروز من میباید به تبعیت از روح خدا و محبت خدا عمل کنم. تحت اراده او عمل. در من تولد تازه باید دیده بشه. عزیزان توبه میکنید، خدا رو شکر. اما کلام خدا میگه ثمره توبه بیارید. نشون بده نه اینکه هر روز توبه کنیم، هر روز گناه کنیم. حتما هممون اشتباه می کنیم. حتما اما اگر این گونه باشه که من مدام اشتباه کنم و مدام سر یه موضوعی تو بکنم خب این اون تولد تازه نیست اونجا یه جا من گیر کردم شخصی دوستش رو میبینه بعد از 20 سال و به اصرار دوستش میگه حتما باید این یک شنبه خونه ای ما باشیم میگه آخه لزومی نداره دیگه برد. از اونجا که خب یه خاطره داشته یه آدم خیلی خصیصی بوده تعجب میکنه میگه آخه یعنی تو این 20 سال این عوض شده خیلی براش جالب بود بالاخره رو اصرار زیاد میگه باشه میام آدرس بده آدرس رو میده میگه میگه فلانجا میای فلانجا میای فلانجا میای طبقه دوم که رسیدی با لگد میزنی به در میگه چرا با لگد میگه آخه تو بعد از 20 سال اومدی یه جعبه شیرینی تو این دستته یه کادو برای خونهمونم تو این دستته خب نمیتونی از دستت استفاده کنی دیگه اگر ما در مسیر اراده خدا تولد تازه را نگیریم 20 سال از ایمانمونم بگذره کشیش رسولم باشیم به درد نمیخوره میباید ما اون تولد تازه رو نیز ثابت کنیم به مردم چرا که اینک مردم مسیح رو در ما میبینن اما بریم با هم دیگه رومیان دوازده نه الا بیست و یک داشته باشیم نویسنده ای میگه راه اول از اندیشه میگذرد این والاترین راه است راه دوم از تقلید میگذرد این آسان ترین راه است راه سوم از تجربه میگذرد این تلخ ترین راه است و ما میدونیم بهترین راه راهی است که از تعلیم کلام خدا میگذره آمین پس بشنویم ببینیم کلام خدا برای صلح همگانی ما چگونه محبت اعلام. بی ریا باشد از بدین بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید با محبت برادرانه یکدیگر را دوست دارید و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید در اجتهاد کاهلی نورزید و در روح سرگرم شده خداوند را خدمت نمایید ما... خیلی هوشیار باشید بعضی موقع شما میگید که بعد از خب من دارم محبت میکنم دیگه دیگری میبینم که هنوز به اون درجه نرسیده که بخواد اه... اگه هوا گرمه لطفاً بخاری خاموش کنید گرمتونه بله دارم چند نفر دارن باد میزنن اگه بخاری روشن لطفا بخاری خاموش کنید ممنون میشم حتی اگر لازم هست کولر روشن کنید نمیدونم نه نه گفتن نه <applause> بر پس این رو بدونیم بعضی موقع ما میایم میخوایم یه نفر رو میگیم خب میریم توی زندگی مشکلی هستش عزیزان اگر تو مشکلات اخلاقی قرار گرفته میباید با محبت رو متقاعد کنیم نه اینکه اون رو رسواش کنیم نه اینکه یه کاری کنیم غیبت کنیم همه اینها در از پولس رسول داره اینو به ما میگه پولس رسول داره میگه بین شما ویروس ها هست ویروس هایی که میخواد باعث بشه شما به صلح نرسید به آرامش نرسید خدای نکرد ما مسیحیان مثل مردم دنیا باشیم همیشه با یه عده قهریم با یه عده آشتی هستیم این پیام انجیل مسیح نیست پیام انجیل مسیح عشق و محبته اگر تو زندگیمون هنوز این گونه داریم زندگی میکنیم علتش اینه که من هنوز از جوهره اصلی عشق و محبت و صلح خدا هنوز من پر نشدم اگر پر بشم هوشیار هستم دیگران میخوان با من قهر باشن قهر باشن ولی من میباید در صلح باشم ابو علی سینا اعلام میکنه نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشاد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند بله در امید مسرور و در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید. مشارکت در احتیاجات مقدسین کنید و در مهمانداری ساعی باشید. آمین. برکت به طلبید بر آنانی که بر شما جفا کنند. یعنی حتی بر دشمنان. ما امروز شنیدیم آقای رفسنجانی مرد. درسته؟ من باور کنید خوشحال نمیشم. دشمنم هم که بود من خوشحال نمیشم من مرگ کسی. ما مسیحیان نباید خوشحال بشیم. هوشیار باشیم. ما برای کسی هم که ضد ما بوده نباید خوشحال بشیم من خوشحال می شدم که رفسنجانی خبر خوش نجاتو میشنید و توبه می کرد و با توبه میرفت در حضور خدا نه که به سیاهی و تباهی بره چون که مسیر زندگیش اینگونه نبود از این رو هست ما مسئولیت بزرگی داریم به عنوان فرزندان خدا که خبر خوش نجاتو به همه برسونیم فرقی نمی کنه. به گوش همه انسان ها روی زمین نیست می برسونیم تا اونها به این صلح برسند بله؟ برکت به طلبید و لن مکنید خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان برای یکدیگر همان فکر داشته باشید و در چیزهای بلند فکر مکنید بلکه با زلیلان مدارا نمایید و خود را دانا مشمارید هیچ کس را به عوض بدی بدی مرسانید پیش جمعی مردم تدارک کارهای نیکو ببینید اما اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمعی خلق به صلح بکوشید یعنی <تصفح> خانواده دوستی، خلق دوستی و خدا دوستی رو به توسط دعا در حضور خدا کلام، پری روح القدس و خدمت خدمت میباید باشه عزیزان خدمت شما رو برکت میده که همیشه تازه بشی نمیگم نوع خدمتت باید مثل من باشه خیر هدایت شو خداوند تو خدمت کن بله؟ ای محبوبان انتقام خود را مکشید بلکه خشم را مهلت دهید زیرا مکتوب است خداوند میگوید که انتقام از آن من است من جزا خواهم داد پس اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن و اگر تشنه است سیرابش نما زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی ام باشد آمین که خداوند قدرت به ما داده مطابق نامه فیلیپیان 4 هفت اعلام میکنه و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت ما در حضور خدا این قوت رو میتونیم داشته باشیم شعار نیست عزیزان میتونیم دشمنان خودمون رو ببخشیم میتونیم اونها رو محبت کنیم بله مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز آمین آمین هاللویا 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 که خداوند مطابق فیضش نیز عمل خواهد کرد مشروط بر اینکه ما بپذیریم مشروطه برای که ما قبول کنیم که حقیقتا اراده خداوند نیست میتونه با ما باشه آمین قبول داریم چه این چیزی رو آمین آیا کسی هست در ذهن در فکرت که فکر میکنی به دلایلی نمیتونی اونو ببخشی امروز روزی هستش که میتونه تسلیم خداوند امروز موقعیتی هستش که میتونی توی شرایطی خودتو قرار بدی که خدا سلحت باشه

آقا جون چه چه برادری شد چه خواهرشو شد آقا من آقا بابا رسیدن. جون من همش فکر زن و بچتی من زن دارم من بچه دارم آقا به ما گفتی آمریکا اینجوری بابا با بعدم لاتاری میلیون میلیون برده من یک گرین کار بردم به هیچ چهنو نرسیدم آخی. آخی. بابا نیزه. بابا برای که از موقعی که اومده های گفتی کار بد میدم فلان جا میبرم منو آجزم کردی اخه چی برده من چه تو آجز کردم برانه. برانه. سل... اون موقعی که بهت گفتم بلند شو اینجا همه کار میتونم بکنم نیمدی ببینم طب... من میتونم کمکتون کنم چی شد بابا بابا بیادیم. این داداش من این همه قول به من داده هی به من میگه میدنم. بابا جون هی داره به من شما احتیاج به چی دارید؟ احتیاج به صلحی دارید که مسیح اون رو بر زمین آمد آمین آیا ایمان دارید؟ مثل که امروز خیلی اینجا با خوشون درگیره ای شما وای وای شما دیگه چی؟ ببینم شما چی میگید؟ جهان همش همینجوری هست دنیا ما رو درگیر این مشکلات خواهد کرد به من بگید آیا حاضر هستید قلبتون رو به شو کسی بدید من کشیش رسولم خوبی 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 آیا حاضر هستید قلبتون رو به کسی بدید که به خاطر صلح بر روی زمین آمد و اون خداوند و نجات دهندتون هستش و اجازه بدید اون در زندگیتون عمل کنه تا این همه اختلافات یعنی و آمین که اجازه بدید دعا کنم لحظه چشمات رو حاللیه خدای قدوس برای شما بفهم کنشم حاللیه حاللیه خدای قدوس پدر آسمانی اینا که از تو میخوام مطابق فیض در نام ایسای مسیح عمل کنی عزیزان رو به حضورت میارم ای خدا من. که تو بهر گناهان همه ما آمدی گناهانشون رو ببخشید و نام آنان را در دفتر حیات خودت ثبت کنی ای خداوند آنچرا که باعث آزار و رنج اینها شده در طول تاریخ زندگیشون ای خدا از وجود عزیزان دور بشه و تو جلال یابی در نام سایه مسیح در نام پدر پسر و روح القدس آمین 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 بالا حاله اینا چی؟ اینا میدونید گناهانی هستش که با شما ها بوده میدونید نفرت و کینه ای بوده که با شما بوده اینا همون کینه ها همون نفرت ها هستش کینه ها و نفرت هایی که با ما هست همراه ما هستش به ما وصل میشه ما رو توی تاریکی ها میبره و توی ظلمت و ستم میبره حالا این یه قسمت هست چه؟ منم دارم بله, بله. بله منم دارم چرا برگردید اینام هنوز دارم چرا زمانی که افراد به مسیح ایمان می زمانی که افراد به مسیح ایمان میآورند با کینه و نفرت وارد کلیسا می شن دعای توبه می خونیم و خداوند مطابق فیضش روح آنان را شفا میده و در شفا و سلامتی قرار می گیرن اما هنوز به دلایلی که در طول زندگی چه از خانواده چه از نظر ژنتیکی ما آسیب خورده روانمون هنوز ما برگردید لطفا هنوز ما لطفا شما برگردید در وجود درونمون امیال کهنه هست که رقبت به دروغ به گناه به غیبت کردن رو داریم و حتی در ایمانداران میتونه باشه به این دیو نمیگن این دیو نیست این دیو نیست این امیال کهنه است که در وجود انسان ها است حتی کششش هم میتونه داشته باشه لطفا بکنید کلام خداوند در نامه یعقوب 5 16 میگه نزد یکدیگر دعا کنید و به گناهان خود اعتراف کنید تا بخشیده بشید تا زمانی که در این جسم هستیم احتمال گناه هست احتمال اشتباه هست اگر گناه کردی اگر اشتباه کردی به عنوان یک ایماندار آزاد دل نباش خودتو سرزنش نکن در حضور خدا برو و توبه بکن و خداوند مطابق فیضش ما را خواهد بخشید لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم لطفا شما عزیزان اگه میتونید زانو بزنید در حضور خداوند عزیزان راحت باشه کسی هم میخواد بیاد اینجا زانو بزنه میتونه بیاد اینجا زانو بزنه در حضور خدا یا کنار صندلی زانو بزن. زانو بزن و بگو خداوند و هنوز در من امیال کهنه ای هست به دو مدت طول ایمان دارید نگاه نکن به خدمتت نگاه نکن همه ای ما این مشکلات رو داریم از نظر روانی همه ما هنوز تمایل به گناه داریم و این قوت خداست که باید در ما عمل کنه هر کسی تو دل خودش دعا کنه لو. تب به پایان خود رسیده امید. و روز نزدیک است بنابراین اعمال گناهالود تاریکی را کنار گذارده در نور خدا زندگی پاک و مقدسی را در پیش گیرید امید. امید. زیرا این وظیفه ماست که در نور زندگی کنیم. آنچه می کنید با شایستگی باشد حالی. از حضور در محافل عیاشی و نیز از مستی و زنا و شه... شهوترانی و دعوا و حسادت بپرهیزید آمین تمام وجودتان از آن مسیح باشد آمین, آمین. به دنبال حوض های جسم نروید آمین آمین هاللویا هاللویا با تشکر. مرسی برای عزیزانم دست بزنید که چیزی که در قلب من بود اینها بلا فاصله بدون تمرین لط کردن انجام دادن با هدایت روح القدس بود هرچند به شباعت یک تاعت اما بدونید متاسفانه واقعیت زندگی ماها میتونه باشه هنوز با گناهانی هستیم که خداوند میخواد ما از این گناه ها تقدیس بشیم امسال خودتو تقویت کن در حضور خدا در روح خدا در کلام خدا قهرها رو بردار سخنان منفی رو از زندگیت بردار از خدا بخوا که دیگه اجازه نده به اون زبانت که غیبت بکنیم بدگویی دیگران رو نیز انجام بدیم بریم به نکات بپردازیم عزیزان آیا همه میتونیم لامپا رو حالا روشن کنیم لطفا که بورشورا رو اگر کسی بورشور نره لطفا دستاشو گیره بالا پیام انجیل پیام انجیل چیست پیام انجیل آمدن خداوند بر زمین است آمدن عشق آمدن صلح آمدن سلامتی آمدن آرامش بر من هر کسی میتونه بگه آمدن آرامش بر من میتونی اعلام کنی؟ آمین آمین که این آرامش برای شما ها هستش که روز استراحتتون رو در حضور خدا آمدید استراحت کنید و خدا میخواد این آرامش رو بیشتر کنه در وجود شما ها. پیام انجیل آمدن, آمدن خداوند بر زمین است برای آگاهی حق جویان لطفاً چهار نکته رو داشته باشیم تا به مرسی حقجویان از هر گمراهی تا بصیرت یابند برای شفای شکست دلان از هر رنجی تا امنیت یابند برای رهایی از اسیران اسیران در گناه اسیران در افسردگی در غم در حتی مریضی جسمانی که خودتو اسیر اون کردی آزاد کن خودتو خدا میخواد تو رو شفا بده حتی اگر تصور میکنی هنوز شفا نگرفتی روح تو شفا گرفته در حضور خداوند و میدونیم که بعد از اینکه چشممون رو بر روی این زمین بستیم در حضور خداوند ما این آرامش و حیات جاوید رو داریم برای رهایی اسیران از هر بندی تا آزاد شود و نکته چهارم پیام انجیل آمدن خداوند بر زمین است برای حمایت صلح جویان اگر صلح رو برای خانوادت میخوایی حتی صلح رو برای خودت میخوایی درون جنگ نمیدونی چه کار کنی تصمیمات تو بگیری انتخاب خوبی ندارید توی افکارت اینها جنگه. جنگ درونی ما هستش برای حمایت سلجونا جویان از هر جنگی تا پیروزی یابند و این وعده خدا هست که به ما این پیروزی رو میده و این قوت رو به ما خواهد داد در انجیل یوحنا 14:27 ما میخونیم که عیسی مسیح اعلام میکنه که به ما این آرامش رو خواهد داد تا در سختی ها و مشکلات نمونیم همچنین در انجیل یوحنا 16.33 اعلام میکنه اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید اگر آرامش نداریم یه جای کار میلنگه در کلام ضعیفی در دعا ضعیفی در مشارکت در کلیسا ضعیف هستی هنوز دستاویز غرورهای خودمون هستیم باید خودمون رو آزاد کنیم اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید در دنیا برای شما زحمت خواهد بود اما قوی دارید زیرا من بر دنیا قالب آمدم یعنی ما نیز به فیض خداوند میتونیم پیروزی ها را داشته باشیم آمین بریم با هم دیگه آخرین آیه نیز بشنویم انجیل متا پنج نه رو لطفا خوش به حال سرخ کنندگان زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد آمین آمین میتونیم برای این آیه دست بزنیم شاعری میگه آمدی در این جهان شادم کنیم آمدی تا از غم آزادم کنیم آمدی برداشتی از من هر گناه آمدی چون روز شد شامم سیه آمدی تا درگشایی بهر من بازگردانی مرا بر شهر من چون شهر اصلی ما باغ عدن بود شهر سلامتی ما بود آمدی آشتی دهی خلق و خدا آمدی تا راه به ماییز چهار آمدی خوش آمدی ای مهربان جشن میلاد تو بر پا بر جهان آمین هاللویا